همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، از نتیجه انتخابات بگو. بالاخره نتیجه اعلام شد دیشب. بدون شک پیروز بزرگ این میدان انتخابات آقای بنیامین نتانیاهو و حزب او هستش و بار دیگر پس از 16 ماه که از پست نخست وزیری آقای نتانیاهو دور بود، بار دیگر به خیابان بالفور مقر نخست وزیری در اورشلیم آقای نتانیاهو باز خواهد گشت. ستاد مرکزی انتخابات در اسرائیل شامگاه پنجشنبه بالاخره نتایج نهایی و رسمی انتخابات را اعلام کرد که بر اساس اون پیروزی ائتلاف جناح راست و مذهبی این کشور به رهبری آقای نتانیاهو قطعیت پیدا کرد و حزب لیکود و شخص آقای نتانیاهو مذاکرات را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کردند. این دولت باید که 61 کرسی را به دست بیاره برای که در پارلمان اسرائیل تصویب بشه. این دولت آقای نتانیاهو در حال حاضر با شرکای حزبی خودش مانند حزب شس، حزب مذهبی و همچنین حزب اگودت اسرائیل که اون هم مذهبی هستش و همچنین با 15 کرسی حزب راستگرا و بسیار افراطی صهیونیست‌های دینی میتونه که تا 64 کرسی را به دست بیاره و برای تشکیل یک دولت باثبات کافی هستش و میتونه که یک دولت به سهولت یک دولت باثباتی را در هر صورت تشکیل بده و بی‌ثباتی که در عرض 3 سال و نیم گذشته و 5 بار انتخابات در اسرائیل به وجود اومده بود را پایان بده. آقای نتانیاهو و حزب لیکود 32 کرسی را به خودشون اختصاص دادن و همانطوری که گفتم با 14 کرسی صهیونیست های مذهبی و صهیونیست های افراطگرا و دو حزب مذهبی میتونن که برای نخستین بار دولتی را تشکیل بدن که باثبات باشه، اما این دولت با چالش های بسیاری روبرو خواهد بود. پس از اینکه حزب وحدت ملی به رهبری بنی گانتس وزیر دفاع کنونی گفتش که به هیچ عنوان حاضر نیستش که با آقای نتانیاهو در یک دولت بنشینه، آقای نتانیاهو مجبور هست که همان دولت راستگرای خودش را تشکیل بده، دولتی که در یکی از وزیران او آقای ایتامار بن گویر خواهد بود، یکی از رهبران بسیار افراطگرا و حتی به گونه این نژاد پرستانه، سخنان بسیار نژاد پرستانه ای گفته هستش. ایالات متحده با آنکه نخست وزیر آقای بنیامین نتانیاهو را تبریک گفت، اما از اینکه یک دولت راستگرای افراطی به روی کار خواهد آمد ابراز نگرانی کرده.